نامزدان معترض زن که از چندین ماه بدین سو می شود و منظور عدالت خواهی در اعتراض با حکومت به سر می برند، اینک خود را به درب تالار لوی جرگه رسانیدند، جایی که در چند متری آن رئیس جمهور کشور کمپاین انتخاباتی خود را برگزار کرده است. می خواهند آواز عدالت خواهی آنان شنیده شود و به این اعتراض نقطه پایان بگذارند. دروازه تالار لوی جرگه آمدیم که چون رئیس جمهوری افغانستان امروز افتتاح کمپاین نشسته و امروز اینا به خاطر آمدن به مردم جامعه مردم سالاری را میخوان وضاحت بتن، پروسه دموکراسی را میخوان وضاحت بتن. ما قربانی های هستیم که از حادثه انتخابات پارلمانی افغانستان هستیم، کسایی هستیم که رأی داشتیم، کسایی هستیم که اسناد در اختیارمان قرار داره و 5 ماه شده که ما در یک مبارزه نفسگیری قرار داریم. ظاهرا دیده می شود با وجود تلاش های مکرر این معترضان، توجه از سوی مسئولان حکومتی به آنان نمی شود. آقای دانش رای مردم بیسود برش برگردان، باز برو برای کمپین. ما برای اجازه نمیتیم، در هر ولایت اگر صدای ما شنیده نشه، در هر ولایتی که اینا کمپین داره در برابرش استاد بشه. هیچ ارگانی که پاسخگو نیست، کمیسونا خودشان جرم انجام دادن، رئیس جمهوری افغانستان در رأس 3 قوا قرار داره. این مجبور است که به خواستای برحق ما باید رسیدگی بکنه. وقتی که به خواستای برحق ما رسیدگی نمیشه، وقتی که به دموکراسی احترام قائل نیستن، وقتی که به قانون انتخابات و قانون اساسی افغانستان تمکین نمیکنن، پس چی نیاز است که به چشم مردم افغانستان خاک زده شود که بازم بیاین با پای صندوق‌های رای بتن. با این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در نخستین روز کارزارهای انتخاباتی خیش از مشارکت همگانی زنان در حکومت سخن گفت که زنای افغانستان در این 5 سال به مراتب زیادتر از کشورهایی که 10 چند از افغانستان ثروتمند هستند پیشرفت کردند. مبارک دیمی. این در حال است که چندی پیش این زنان معترض با دستان بسته با زنجیر و دهان بسته در یک حرکت اعتراضی خود را داخل قفس‌های آهنین کرده بودند و خواهان عدالت شدند.